سلام دوستان عزیز، درس سوم از سری درس های او در مورد چه کسانی درگیر معاملات سرمایه گذاری مالی هستند. اوکی، ببینیم بچه ها، ما میتونیم اینا را تقسیم بر 6 گروپ کنیم. گروپ اولش که بهش میگن ریتیلر تریدرز، یعنی معاملگران خرده. معاملگران خرده اشخاص مثل شما و من هستن که یه اکانت برای خودشون درست کردن پیش یه بروکر و از طریق اون معاملات تو بازارهای سرمایه گذاری میکنه یا خرید و فروش معاملات خودشون انجام میدن. این گروه تقسیم به دو این گروه از خرد معاملگرا که بهش میگن دو گروه هستن. یک گروهشون هستن که اینوستر بهش میگن، یعنی کالا رو میخرن، چیز این ابزارهای مالی رو میخرن و نگه میدارن برای یک مدتی، بهشون میگن هولدرز، هولد میکنه اینا برای اینکه بتونن یه سود خوبی ازش ببرن. یک گروه دیگه اونایی هستن که دنبال سودای سریع هستن، یعنی دی تریدر هستن یا اسکارپلینگن یا اینکه سوینگ تریدر. اینا روزانه یا ساعت ها خرید فروش میکنن برای اینکه بتونن یه سودی از این حرکات قیمت در بازار سود ببرن. اوکی، باز دو تا گروه ما اونجا داریم. کسانی دیگه، یک گروه دیگه که درگیرن تو این معامله ها، ما بهش میگیم بروکرز. بروکرز یعنی اشخاصی هستند که مجازن، یعنی از که حق دارن که برای دیگریان به ریتیل تریدرها یا سرمایه‌دارای دیگه کمک میکنن. یک بروکر میتونه یه مؤسسه باشد یا اینکه یک شخص تنها باشد و اونا بروکرها خودشون 3 خدمات بزرگ رو به مشتری های خودشون میدن. یکی از اون خدمات بهش میگن فول سرویس، یعنی سرویس کامل، یعنی تمام هم مشاوری میکنن، هم براشون میخرن و مدیریت میکنن و مدیریت سرمایه میکنن و میخرن و میفروشن و اینا بهش میگن فول سرویس. یه خدمات دیگه که دارن خدمات مدیریت مشاوره است. اینا تو این خدمات فقط مشاوری میکنن، یعنی به مشتری های خودشون میگن که چه چیزای خوبی هست بخرن و چه چیزای بد هستن و کی بخرن و کی بفروشن. اینا گروه چیز خدمات مشاوری است. یه خدمات دیگه هست که فقط میگن execution only dealing، یعنی موقعی که فقط شما دستور میگیرید، یعنی مثلا مشتریت بهت میگه این کار رو انجام بده، شما فقط اون کار رو انجام میدی، هیچ کار دیگه نمیکنی، نه مشاوری میدید و نه بدون اجازه اونا خرید و فروش میکنی، فقط منتظر میشیم تا من که مثلا من بهت زنگ بزنم یا اینکه بهت به اون بروکر بگم اوکی این کار رو انجام بده، این کار رو انجام ده، این کار رو نکن، اینو برام بخر، اینو برام فروش. اینا بهش میگن اون یه خدماتی که بهش میگن execution only dealing. اوکی، گروپ دیگه که ما داریم که درگیر این بازار معامله هستن در این بازار سرمایه گذاری بهش میگن مارکت میکرز. کسانی هستن یا مؤسساتی هستند که از هر دو طرف هم میفروشن، یعنی نقدینگی را تو بازار نگه میدارن، نقدینگی تو بازار نگه میدارن، یعنی از این طرف میفروشن، از این طرف میخرن، خودشون میفروشن و میخرن و از این اختلاف که بین خرید و فروش است اون بهش میگن اسپرد، از اون استفاده میکنن. پس مارکت میکر یه مؤسسه میتونه یه مؤسسه باشه، یه شخصی باشه که هم میفروشه، همون دارایی که داره میفروشه و میخره تا اینکه از اختلاف قیمت فروش خرید سود ببره. گروپ چهارم که واقعا بازار رو میچرخونن، که بازار تو دست این گروپ است، بهش میگن مؤسسات معاملگری. چندین مؤسسه ما امروز داریم، مثلا بانک های بزرگ هستن یا شرکت های بیمه عمر هستن یا صندوق های بازنشستگی هستن و یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستن، صندوق های تأمینی هستن. اینا پولای کلانی دارن، اینا پولای کلانی تو بازار دارن. مثلا
برای نمونه بگم مثلا صندوق بازنشستگی. ببین مثلا تو اروپا تو انگلیس ماهانه هر کسی که کار میکنه 12 در چند درصد، نزدیک 5 6 درصد از حقوقش میره برای بازنشستگی، فکر کنم نزدیک 10 درصد باشه. بعد حساب کنید این 10 درصد هر ماه میره تو این فوند و این فوند از طریق برای سرمایه گذاری میکنه تو بازار، تو این بازار مالی، تا اینکه بتونه اون مسائل تورم و اینا تا در آینده بتونه مثلا معاش بازنشستگی منو بدن. اینا بهش میگن سمارت مانی. اینا این مؤسسات بزرگی هستن، چه هج فاند باشه، چه میچوال فاند باشه، چه پنشن فاند باشه، اینا خیلی مؤسسات بزرگی هستن. اینا هستن که بازار رو میچرخونه، اینا هستن که ما بهش میگیم سمارت مانی موقعی که حرکت میکنه. اوکی، گروپ دیگه که بهش میگن های فرکانسی تریدینگ، یعنی تجارتی که سوپر کامپیوترها انجام میدن. اینجا سوپر کامپیوترهای بزرگی ما داریم، امروزه روزانه تریلیون تریلیون معامله میکنن. مثلا بعضیاشون روزی 1 میلیون 2 میلیون معامله کوچیکی انجام میدن، اما سودای کلانی میبرن. اینا کامپیوترهای خیلی هوشمند هستند که سوپر کامپیوتر هستن، و این سوپر کامپیوترها تو بازار نقش خیلی خیلی بزرگی دارن و اینا سیستماتیک کار میکنن. یعنی اینطوری نیست که احساس رو داشته باشن مثل ما انسان ها برای احساس اونا رو کنترل کنه، چنین چیزی ندارن. اینا الگوریتم های پیچیده، یعنی معادلات ریاضی پیچیده تو این کامپیوترهای هوشمند هستن، و این کامپیوترهای هوشمند در دقیقه و ثانیه هزاران هزار معامله را انجام میدن، میخرن و میفروشن. همون دارایی را مثلا مدت یک روز بس شاید 1 میلیون بار بخرن و بفروشن، به خاطر اینکه اونا یه جوری تنظیم شدن که از سودای کوچک و ضررهای کوچک حرکت کنند، اما حرکت های خیلی سریعی میکنند. آخر روز نگاه میکنیم مثلا 2 میلیون 3 میلیون معامله انجام دادن و نزدیک مثلا بگیم 100 میلیون سود بردن. اینطوری یعنی این کامپیوتر همین تو دست این مؤسسات تریدر هستن. این گروپ چهارم هست که اینا را از این استفاده میکنند. بعد ما خودمون اکسچنج داریم، گروپ داریم، یعنی بورسا داریم. یعنی بورسا یه جای فیزیکی است که اونجا بروکرها و دیلرها، یعنی اونایی که معامله میکنن، اونجا جمع میشن با هم و خرید فروش، این خرید فروش رو انجام میدن. قدیم اینطوری بود که همه اونجا جمع میشدن، الان همش از طریق کامپیوترها و نتورک ها استفاده، چیز اینترنت استفاده میشه اینا. اما در کل اکسچنج همون بازار مالی است که تو تمام مملکت ما داریم، مثلا تو وال استریت داریم، تو مثلا فوتسی داریم، تو لندن و اینا جاهای فیزیکی هستن که بروکرها و مارکت میکرها و مؤسسات تریدینگ اینا اونجا معاملات روزانه خودشون رو انجام میدن. اوکی، بس بچه‌ها این ویدیوی کوچیک در مورد این چیز بود، در مورد چه کسانی که وارد این درگیری این معاملات هستن. اوکی، موفق باشید.